خدای مدرن، خدای سنتی. به نظر می رسد عصر مدرنیسم که عرصه ظهور تکنولوژی ها و لذا رشد فزاینده تولیدات صنعتی و کشاورزی و رفاه روزافزون و تأمین فزاینده معیشت و فراهم آمدن سازمان های رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه ها و باز نشستگی ها که جملگی بشر مدرن را از خداوند به عنوان رزاق، بینیاز و بیگانه ساخته است. و این امر مهمترین علت نزول باورهای مذهبی و رشد کفر آشکار در عصر جدید است. زیرا مهمترین موضوع و نیازی که بشر را به سوی خدا می کشانید و خدا را می خواند و می پرستید نیازهای مادی و معیشتی بود. یعنی بشر در طول تاریخ اساساً خدای رزاق را می پرستیده است و اینک آن پرستش قدیمی متوجه حکومت‌ها و تکنولوژی‌ها و بیمه‌ها و سازمان‌های تأمین اجتماعی شده است و لذا خدای رزاق را منتفی و بی‌خاصیت کرده و از گردونه مذهب و تاریخ بیرون انداخته است و لذا خدای مدرن بشر بانک‌ها و بیمه‌ها و دولت‌ها هستند. و این مهمترین دلیل ظهور کفر مدرن است که محور تناقض بین سنت و مدرنیته می باشد. علی علیه السلام می فرماید که پرستش خداوند از طریق صفاتش همان شرک است. قرآن هم شرک را معصیت بر خدا و دلیل ابطال اعمال می داند و مشرکان را هم نجس خوانده است. در واقع پرستش خدای رزاق و مهربان و بخشنده پرستش هوای نفس است، نه خداوند واحد و خالق. این پرستش نیازهای خیشتن است. پس باید گفت که مدرنیسم و تکنولوژی و دموکراسی موجب از بین رفتن مذهب شرک و نفاق گردیده و لذا کفر پنهان عصر سنت را اوریان ساخته است. زیرا بشر مدرن دیگر نیازی ندارد تا برای رزق آتیه خودش دست به دامان خدا شود، زیرا حقوق بازنشستگی و بچه ها و دولت ها و سازمان های مربوطه جای چنین خدایی را گرفتند. پس در واقع دیگر نمیتوان خداوند را مشرکانه پرستید و خود را به جای خدا قرار داد. یعنی زین پس جز پرستش خالصانه خدا ممکن نیست، یعنی پرستش خدا برای اینکه او لایق پرستش است، پرستش خودش و نه مخلوقش. و این گونه است که امروزه اکثریت مردم علناً کافرند و ادعی بس اندک و انگشت شمار هم دارای دین خالص و برحق هستند. این تنها خیر معنوی و دینی مدرنیسم و تکنولوژی و دموکراسی و سوسیالیسم است که خود به خود پدید آمده است. فقط خدای مدرن میتواند خدای واقعی باشد و دین مدرن میتواند دین خالصانه و مؤمنانه باشد، هرچند که بسیار کمیاب است.